خب من فایزاتون دیگه این شعر رو بخونم و از طرف خود و حاضرین تقدیمش کنم به حضرت علی، انشاءالله که بپذیره. این شعر هم خلاصه شده، البته ابیاتی هم ازش هست شده، نمیخوام زیاد بگیر وقت جلسه رو بگیرم، خسته هم شده شد. علی مجسمه آیه های قرآنی، به شاه راه حقیقت میان میدانی، تو در خدایی و در تو خداست، تو در تو فراتری تو در انسان اگر چه انسانی، به زیر پای تو شیطان و زیر بال انسان، به زیر پای تو شیطان و زیر بال انسان، بشر به دست تو آزاد و دیو زندان، توی مدال غرور آفرین به سینه حق، توی نشان مسلمانیه مسلمانی، نگاهبان حق هستی و حق نگهدارت که حق ندیده به خود این چنین نگهبانی، ستاره ها به درخشیدن علی گرمند، ستاره ها به درخشیدن علی گرمند، قمر به روی تو تابان و شمس نورانی، علی مجسمه آیه های قرآنی، خدای گونه به سیرت به صورت انسانی، به حکم فلسفه عارفان خداوندی، به علم منطق و تعریف ناطق حیوانی، اسیر گفت که تو از حریر نرمتری، قتیل گفت که زبری خشن چو سیمانی، در این میان همه انگوش در دهان ماندیم و زل زدیم به تو با نگاه حیرانی، هنر ببین که به حق شاهکار معماری است، هنر ببین که به حق شاهکار معماری است، که پیکرش همه روحانی است نه جسمانی، ولی مجسمه آخر چگونه برپا شد ز تک تک همه آیه های قرآن، علی مجسمه آیه های قرآنی، که ساخته است تو را این چنین به آسانی، علی مجسمه آیه های قرآنی، تو عکس نسبت معکوس ضد شیطانی، پسر عموی محمد، پسر عموی محمد، برادر و داماد، نسب سبب وسطی نسبتی است پیمانی، داریم نسبت‌های علی رو میدیم به پیامبر، پسر عموی محمد، برادر و داماد، نسب سبب وسطی نسبتی است پیمانی، و پیش مرگ شدن جای دوستی خفتن، ولی مهمتر از این هاست نسبت جانی، علی به نسبت موسای ما تو هارونی، علی به نسبت موسای ما تو هارونی، ولی نه این که نبیی تو برتر از آنی، من آن چه گفتم انواع نسبت نبوی است، به من بگو به چه نسبت سهیم یزدانی، علی مجسمه آیه های قرآنی، حرام بر تو حلال است حکم گردانی، حالا چطور ما میگیم حرام حلال است بر علی؟ مثالهاش، حرام باد که مسجد به خانه وصف کنند،
حلال بر تو که در مسجد النبی مانی. حرام بار جنوب مسجد النبی برود، حلال بر تو اقامت که ساکن آنی. خونه علی جزء مسجد بوده. حرام باد به زهرا زوج ناهمتا، حلال بر تو که همپا و همسرش خانی. حرام باد پرستیدن مجسمه ها به جز مجسمه